در هفته گذشته رسانه‌های حکومتی مطالب مختلفی با مضمون هشدارهای جدی نسبت به معضل گرونی و کمبود دارو رو مطرح کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با دکتر فیروز دانشگری از آمریکا. دکتر دانشگری به شما سلام میکنم، خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتین و تو این فرصت همراهمون هستین. خواستم ابتدا بپردازیم به مورد معضل کمبود دارو در ایران. مقدمتا دکتر، علت و عاملین این مشکل رو در کشور شما چطور میبینین و ارزیابیتون از این موضوع که الان مطرح هست چیه؟ با سلام به شما و بینندگان عزیزتون و با سلام به آقای حیاتی برادر سیاوش که مهمون قبلیتون بودن، خیلی خوب بود که ایشون رو هم تو برنامه ببینیم. عرض کنم ببینید، تو کار پزشکی یه مثالی هست، میگن تا وقتی که مریضی درست نشده علامتهای مریضی چند وقت یه بار میزنه بیرون. و واقعیت اینه که یه سری به اصطلاح پایه های مریضی در ایران در رابطه با مسئله دارو و در رابطه با مسئله سیستم پزشکی وجود داره. به طور خاص راجع به مسئله دارو، همونجور که تمام هموطنهای ما میدونن، یه مافیای دارویی وجود داره که سرنخ مافیا به خامنه ای و سپاه میرسه. این یه فاکتیه که احتیاج زیاد وقت رو صرف بکنیم و بگیم، چون تمام هموطنهای ما اینو میدونن، برنامه شما و بقیه برنامه ها اطلاعات بسیار مبسوطی در گذشته پخش کرد. من هر موقع به این قضیه نگاه میکنم یاد صحبت حضرت علی میافتم که میگفت هیچ کاخی رو ندیدم که در کنارش یک کلبه‌ای نباشه. یعنی تمام ویلاهایی که توی لاکچری ویلاهایی که تو لواسان و بقیه جاها میبینین، یه جا از یه جا بسا پولش باید در بیاد و یه قسمت مهم این قضیه بسات همین مافیای دارویی هست. برای اینکه این قضیه رو به اصطلاح بیشتر به اصطلاح بشکنم، یه دو تا نکته دیگر رو میگم. ببینید، مسئله زنجیره تامین دارو رو به طور جهانی و به طور به اصطلاح تو ایران نگاه بکنیم، سوپلای چین رو به اصطلاح، اینه که داروها به طور از شرکت دارویی درست میشن، شرکت های دارویی بزرگی که شما دیدین، فایزر، نمیدونم، مرک و غیره، که اینا یه زیرساخت های بسیار گسترده تحقیقات دارن، میلان زیادی دانشمند دارن که به طور روزانه کار میکنن. فرض کنین برای میخوان یه دوا بیارن که مثلا یه دوای سرطانی رو خوب بکنن، یه دوایی در بیارن که عفونت رو خوب بکنن. یادتون باشه تو جریان کووید همین کمپانی ها بودن که شروع کردن مسئله چجوری واکسن رو حل بکنیم و کار کردن. از طریق این مثلا 100 تا فرمول شیمیایی در میاره، 100 تا فرمول شیمیایی رو تو کارهای تحقیقی میبرن، تو کار تحقیق حیوانی و تحقیق انسانی. یه پروسه خیلی گسترده و گران قیمتی هست که نهایتا از اون 100 تا فرمولی که اول داشتن، یه فرمول به نظر میرسه که میشه درست بشه و بتونه کار بکنه. شرکت های دوره‌ای وقتی رو تولید میکنن، بعد از اون این تقسیم به اصطلاح داده میشه به یه سیستم به اصطلاح توزیع دارو. سیستم های توزیع دارو تو دنیا سیستم های بزرگ و سیستم های کوچیک هستن. از شرکت های بزرگ که به اصطلاح همونجوری که میبینین یه زنجیره تامین دارو. خب این زنجیره در ایران کنترلش دست خامنه‌ایه، کنترلش دست سپاه. یعنی همونجوری که مثال خیلی بارزش بود مسئله واکسن کووید، این چون قضیه خیلی بود و کشتار زیادی داشت از مردم ایران، خامنه‌ای اومد گفت ما واکسن نمیخوایم بیاریم و شروع کردن به اصطلاح واکسن های نمیدونم خودی و چینی و این حرفا رو تولید کرد. این به اصطلاح یه قسمته. بعد تو این زنجیره تولید دارو بر اساس اطلاعاتی که از درون رژیم در میاد، اکثریت چیزی من بالای 80 تا 90 درصد به اصطلاح وسایل دارویی که میشه دارو رو درست کرد از خارج از ایران میاد. درست رژیم تو تبلیغات خودش میگه ما بیشتر از 50 درصد دارو رو خودمون درست میکنیم، ولی دروغی که میگه این وسط نمیگه که
به اصطلاح قسمت ها کامپوننت های به اصطلاح دارو رو از خارج بیارن تو ایران با هم قاطی میکنن. یعنی رژیمان و سیستم پزشکی آخوندها هیچ وقت یه داروی به اصطلاح اولیه درست نکرده برای اینکه نمیتونه درست بکنه. همونجور که آقای حیاتی میگفتن برای اینکه سیستم بتونه مسائل مردم حل کنه باید پول خرج بکنه. باید پول به اصطلاح دانشگاه ها تو دانشگاه ها به دانشمندا پول بده، کار تحقیق بده. اگه این کارا رو بخواد بکنه دیگه نمیتونه تو سوریه و عراق بخرج. خب دانش بیشتر 90% بالا رو میاره بیرون. نکته که میخوام بگم اینو تموم بکنم اینه که مسئله به اصطلاح مسئله ارز، تاثیر حذف به اصطلاح ارز ترجیحی این قضیه رو کنترل بیشتری داد به اصطلاح این مافیا و وسیله بیشتری درست کرده برای پولسازی به اصطلاح مافیا. یعنی این پاتولوژی به اصطلاح این بیماری ریشه های خیلی مشخصی داره و چون این ریشه ها هنوز اینجا هستن واسه اینکه علامتاش سیمتوماش هر چند وقت یه بار در میاد. بله دکتر دانشگران شما توضیح دادین که خلاصه علتش به درون رژیم برمیگرده و مافیای فساد و کلا ساختار ولایت فقیه که هیچ چیزی رو برای مردم و فرصه برای اونها خرج نمیکنه از پول و هزینه‌هایی که باید توی این راه مصرف بشه. اما سوالم اینه که چرا الان شاهد این هستیم؟ مشخصا هفته گذشته بسیار شنیدیم از رسانه‌های حکومتی که نسبت به معضل دارو تو ایران دارن هشدار میدن و مینویسن. این رو چطور میبینید؟ این برمیگرده فکر کنم بیشتر به اون نکته‌ای که آقای حیاتی میگفتن، یعنی سیستم به اصطلاح تو قسمت هایی که بیشتر این تاثیر رو روی تحریک مردم میذاره شد. الان ببینید داده هایی که هستن تو ایران اینه که دواهای بسیار بسیار ساده قیمتاش رفته بسیار بالا. گفتم این تاثیر به اصطلاح ارز و قیمت، یعنی الان اطلاعاتی که از درون رژیم میاد که آدمایی که میان تو بیمارستان برای به اصطلاح درمان میشن میخوان وقتی مرخص بشن پول اینو ندارن که مثلا دوا رو بخرن بیان بیرون و رژیم کاری که میکنه اطلاعاتی که از درون خود رژیم میاد که اینا رو مردم رو چیز نمیکنن، مثلا این مریضا رو مرخص نمیکنن و مریضا رو به اصطلاح تو مثل زندانی نگه میدارن. و بسیاری چند تا مورد بوده که وقتی مریض اینجوری شد و فوت کرد به اصطلاح جسد مریضم ندادن تا اینکه بسونن پولشون رو بگیرن. یعنی الان گفتم این برمیگرده به مسئله سیاسی که چون رژیم نمیتونه مسئله حل و توزیع به اصطلاح دوا رو حل بکنه علامتاش داره میاد بالا و در نتیجه این نماینده هایی که تو مجلس هستن اینا به اصطلاح پایه های آتش رو میبینن در رابطه با قیام. یعنی مسئله هشدار دادن در مورد دارو رو باید در رابطه با حساسیت قیام و فعالیت های شورش کانون های شورشی دید. یعنی اینا میدونن آب داره میجوشه و مسئله دوا یکی از عواملی که حرارت آب رو داره میبره. حالا دکتر به نظر شما راه حل حل کردن معضل دارو توی ایران چی هست و اساسا این رو شما چطور میبینید؟ عرض کنم جواب خیلی شبیه جوابی که دوباره آقای حیاتی دادن. ببینید مشکل اساسی اینه که رژیم توانایی حل مسائل مردم رو نداره، توانایی به سال حل مسائل اقتصادی و در کنارش حل مسائل به سال پزشکی و مسائل دارویی رژیم رو نداره و ماهیتش دلیل اینکه نداره این نیست که تو دنیا دوا تولید نیست، نمیشه دوا رو خرید، نمیشه اینو درست کرد. برمیگرده به ماهیت فاسد و عقب افتاده رژیم که خامنه ای برای اینکه خودش رو سر قدرت نگه داره مجبور این مافیاها رو به اصطلاح چیز بکنه، فید بکنه، بهشون اجازه بده عمل بکنه. تنها راه حل مسئله پزشکی ایران به عنوان متخصص، به عنوان یه پزشک، نه به عنوان کار سیاسی، اینه که مثل یه مسئله سرطان باید این تومور رو از تو ایران در آورد. یعنی باید این پایه بسیار بیماری رو از تو ایران در آورد و اون مسئله سرنگونی رژیم، رفتن این رژیم تا تمام کلیتشه
از طریق دوباره کمک و حمایت کانونای شورشی، از طریق کمک و گسترش انقلابی که از سپتامبر گذشته شروع شد. یعنی واقعا به عنوان تخصصی اگه شما میتونین برین یه توموری که هر چند وقت یه بار در میاد به صلاح ببری گوشتشو، ولی تا وقتی تومور اونجا هست و داره از منابع مردم ایران استفاده میکنه، این تومور هر روز رشد خواهد کرد و هر روز به صلاح نشانه هاشو در خواهد برد در مسئله دوا و غیر. راه حل مسئله دوا تو ایران مسئله سرنگونی. بله، بسیار سپاسگزارم از شما دکتر فیروزه دانشگری از آمریکا که تو این گفتگو همراه ما بودین و از علل و عاملان مشکل موزل دارو گفتین و راه حل بنیادین اون مشخصا با مثالهایی که از جامعه پزشکی برامون زدین. خیلی ممنون دکتر، خدا نگهدار شما و وقتتون بخیر. خیلی ممنون، با سلام شما. درود به شما.